همکارم پویا عزیزی که از نزدیک آشنایی با بکتش آبتین داشت اینجا در استودیو منو همراهی میکنه و همینطور عاطفه چهارمحالیان نویسنده و شاعر و دوست بکتش آبتین. خیلی خوش آمد میگم به شما خانم اسخایم کام. خانم چهارمحالیان پویا، اول یه نگاهی بکنیم به بیانیه که کانون نویسندگان ایران منتشر کرده، به نحوی حکومت ایران رو مسئول مرگ آبتین دونسته، دلیلش چی است؟ کانون نویسندگان ایران در خبری که منتشر کرده و در واقع نویدی داده که بیانیه‌ای رو منتشر می‌کنه، مسئول مرگ بکتاش آبتین در زندان‌های ایران رو خود حکومت جمهوری اسلامی نامیده. به یک دلیل روشن، همین چند دقیقه پیش یک بیانیه‌ای منتشر شد از سازمان زندان‌ها در رابطه با مرگ بکتاش آبتین که در اون بیانیه تلاش میشه آنچه که روایت زندانیان سیاسی، همبندی‌های بکتاش آبتین و نزدیکان و دوستان او از شیوه تأخیر و تعلل در انتقال او به بیمارستان و جلوگیری از درمان او حداقل برای مدتی پیش از این گزارش شده بود رو زیر سوال ببره و روایت دیگری که در واقع روایت خود آنهاست رو منتشر کنه و در برابر اون روایت بگذاره، بلکه بتوانه آن مسئولیتی رو که بر عهده در وهله اول مسئولان زندان، در وهله دوم سازمان زندان‌ها و در وهله کلان یا در مرحله آخر قوه قضاییه است رو بتونه یک جوری لاپوشانی کنه و پاسخی داشته باشه برای این موضوع. این روایتی که زندانیان سیاسی و همبندیان بکتاش آبتین در بیانیه هم که منتشر کردن داشتند این بود که به شکل مشخص ایشون دو بار به بهداری مراجعه میکنه، در بار اول چندان وقتی گذاشته نمیشه به درخواستش برای انتقال به بیرون، چند روز منتظر میمونه تا دوباره همبندیهاش او رو به بهداری میبرند و اونجا با اصرار او رو به بیمارستان منتقل میکنند و بعد وقتی که بیرون میاد و بیمارستانی در بیرون و بعد به بیمارستان خصوصی توسط خانواده‌اش دیگر متاسفانه زمان برای درمانش دیر شده بود. یک جور انتقامگیری از کانون نویسندگان که سالهاست بر یک اصل اساسی اشاره میکنه و اون هم در واقع حق آزادی بیان بدون حصر و استثناء رو برش پافشاری میکنه و در فضای مبارزه با سانسور قدم برمیداره، این بار در بکتاش آبتین معنی شد و جمهوری اسلامی دست به گویا یک انتقام گیری دیگری زده. فهم گردم به تو پویا بیشتر صحبت میکنیم. خانم چهارمحالیان از شما هم بشنویم که چه روند و شرایطی در هفته های گذشته منجر شد که ما امروز شاهد این باشیم که بکتاش آبتین رو از دست بدیم. بله، حدود یک ماه پیش که خبر ابتلای دوباره آبتین به کرونا برحال به گوش ما رسید، به طور متناوب اطلاع رسانی شد که آبتین بیماری زمینه‌ای داره، برحال چند بار مبتلا شده به کرونا و خودتون میدونید در زندان‌ها شرایط سیستم ایمنی زندانیان چگونه هست، شرایط بهداشتیشون چگونه هست، شرایط پزشکی و به حال مراقبت های اورژانسی اونجا از چه لابیرنت های اداری و روال های امنیتی باید عبور بکنه تا به یک حداقل پاسخی برسه. و در کنار همه چیزهایی که آقای عزیزی گفتن، قاعدتا اینها مزید بر علت شده که در روزهایی که بکتاش علائم نشون داده که روزهایی بودن که به طور فورس ماژور باید رسیدگی می شده به در واقع بحث درمان خیلی جدی پزشکیش، این اتفاق نیفتاده و ایشون به مثابه یک بیمار سیاسی و امنیتی توی این لابیرنت ها مدام در حال چرخیدن بوده تا زمانی که اوضاعش به شدت وخیم میشه و یک مرخصی به ایشون میدن که خانواده میتونن منتقلش کنن به بیمارستان خصوصی که دیگه واقعا دیر شده بوده. پویا، در تازه ترین واکنش الان شاهد این هستیم که سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی رو مسئول مرگ بکتاش آبتین درسته، همون چیزی که تو هم پیشتر اشاره کردی خیلی از شاعران و نویسندگان مستقل و اعضای کانون نویسندگان هم روایت قتل رو مطرح میکنن. به این موضوع بپرزیم خیلی کوتاه و اینکه بر چه اساسی چنین موضوعی مطرح میشه؟
ببین سابقه ای که جمهوری اسلامی در برخورد با شاعران نویسندگان از ابتدای برقراریش تا امروز داره این گمانه رو تقویت میکنه که احتمال اینکه این موضوع به عمد انجام شده باشه هم میشه که وجود داشته باشه. به یک دلیل ساده، شما اگر نگاه کنید اعضای کانون نویسندگان ایران آقای سعید سلطانپور رو در سال 60 در دهه 60 از وسط عروسیش از سر سفره عقد برمیدارن و میبرن اعدام میکنن. بعدها در دهه 70 اتوبوس کانون نویسندگان ایران که به سمت ارمنستان میرفت برای اینکه در یک کنفرانس ادبی شرکت کنه رو تلاش کرد وزارت اطلاعات با توطئه به دره بندازه و همه اونها رو به قتل برسونه که موفق نشد در این زمینه. و بعد از اون در پاییز و زمستان 77 ما مجموعه قتل‌های سیاسی در ایران رو داشتیم که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. 80 نفر در اون کشته شدند و بسیاری از اونها اعضای کانون نویسندگان بودند، از جمله محمد مختاری و محمد جعفر پوینده که اتفاقا یکی از مواردی که در همین اتهام‌های بکتاش آبتین هست حضور بر سر مزار همون کشته شدگان اون ساله. خانم چهارمحالیان، خیلی کوتاه از شما بشنویم درباره کارنامه هنری و فرهنگی بکتاش آبتین. بله، بکتاش سالهاست، بیش از 2 دهه که به هر حال در امر فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های هنری، فعالیت‌های سینمایی فعال هست. بیش از 5 مجموعه شعر داره، چندین مستند داره که حالا یکی دو موردش رو شما اشاره کردید، آخریش مستندی بود که از زندگی، بخشی از زندگی آقای فریبرز رئیس‌دانا کار کرده بودم. عرض کنم خدمتون که چندین دوره ایشون عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان بودن و فعالیت‌های کانونی بسیار پیگیری داشتن و به هر حال به همراه همسرشون که ایشون هم فعالیت‌های سینمایی دارن، کارهای تصویری بسیار ارزشمندی هم کردن که در مواردی به هر حال جوایزی هم تونستن برای کشور ما بیارن. و به طور کلی زندگی ایشون واقعا وقف فعالیت‌های هنری و ادبی و آزادی خواهی و سانسور ستیزی بوده و واقعا من فکر می‌کنم در حال حاضر ما یک سرمایه اجتماعی و فرهنگی رو و به نوعی تاریخی رو از دست دادیم. سپاسگزارم خانم چهارمحالیان، عاطفه چهارمحالیان، نویسنده و شاعر و از دوستان بکتاش آبتین و اینجا در استودیو همکارم پویا عزیزی.